بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شورای استانداری کربلای معلا یک شنبه آتی تا 21 ماه صفر را تعطیل رسمی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اخبارشی، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق الوا، دفتر اطلاع رسانی شورای استانداری کربلای معلا در یک اطلاعیه بیان کرد قاسم علی الیساری رئیس شورای استانداری کربلای معلا تصمیم دارد به مناسبت زیارت میلیونی اربعین از یک شنبه پیش رو تا 21 ماه صفر را تعطیل رسمی اعلام کند. بنابر اعلام دفتر مذکور، این تعطیلی شامل ادارات امنیتی، خدماتی و بهداشتی نمی شود. شایان ذکر است با نزدیک شدن به زیارت میلیونی اربعین، نهادهای امنیتی و خدمات رسان در عراق در حال آمادگی برای استقبال از میلیون ها زائر از کشورهای مختلف جهان در راستای ارائه بهترین خدمات به زائران امام حسین علیه السلام هستند. منابع محلی روز دوشنبه 22 مرداد گفتند که به دنبال درگیری نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در استان ننگرهار، یک زن و سه پسرش کشته شدند. گفته می شود آنها پس از اصابت خمپاره به خانهشان در این شهرستان جان باختند. نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی در 3 سال گذشته چندین بار با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری ها منجر به تلفات هر دو طرف شده است. سازمان‌های مسیحی هندی آمریکایی خواستار تحریم‌های ایالات متحده برای نقض آزادی مذهبی در هند شدند. بیش از 300 رهبر مسیحی در ایالات متحده از وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌خواهند که هند را به دلیل تشدید نقض آزادی‌های مذهبی به ویژه علیه مسیحیان به عنوان کشور نگران کننده معرفی کنند. این رهبران که طیف وسیعی از فرقه ها و سازمان های مسیحی را نمایندگی می کنند، نسبت به افزایش خشونت و آزار و شکنجه سیستماتیک تحت حکومت ملی گرای هندو به رهبری نخست وزیر ناریندرا مودی ابراز نگرانی کردند.